مخلصیم. ما خودمون تو بس گیر کردیم، مهمونمون تو بس گیر کرد، آیتم تو بس گیر کرد، یعنی با یه روز تاخیر هم فرستون داره انجام میشه. همین دوشنبه که الان دارید 90 رو میبینید، میخوایم یه سری بازیای خیلی فوق العاده و هیجان انگیز رو با هم دیگه مرور بکنیم با علی سلمانی. تو بازی برق تهران دیدن خوششون اومد، اومدی پرسپولیس؟ بله، من برق تهران زمان آقای قلعه‌نویی مربیمون بود، جام حذفی بود، با پرسپولیس بازی داشتیم و تا دقیقه 90 یعنی 2-1 جلو بودیم تا دقیقه 89. دقیقه 90 گل مساوی رو خوردیم، دقیقه 93 گل باختو که فرداش آقای پروین یه پیغامی داد به مربی پایام آقای مهدی غفاری، الان مربی تیم ملی هم بوده، گفت این با شماره 8 برق رو میخوام. حالا یک بار دیگه ضربه محمد رضا مهدوی با شایلی چند دروازه بیرون میاد، بعدی حرکت خوب، موقعیت برای پرسپولیس، جباری یه شوت دیگه از راه دور، ارشاد یوسفی این بازی من نگم یه بازی خاصی بود. آقای بزیک تو تیم سپاهان بود، تیمش خیلی خوب بود، دو تا هم زد و تیممون هم تو بوران بود. اگه یادتون باشه بعد از بازی پیکان شرایطی به واسه تیم ما پیش اومد، تیم یه خورده ریخته بود به هم و بچه‌ها استرس داشتن. ضربه زدن در محوطه جریمه، یه ضربه خاص توی دروازه، توی دروازه نظر چیست، یه ضربه محکم فرصت داره سپاس توی دروازه، این پنالتی رو خواهد زد و توی دروازه میزنه و نتیجه 2-1 میشه به نفع تیم سپاهان. از خط دفاعی به مهاجمه رو خودشون بزیک توی دروازه. آقای دایی، آقای به خصوص آقای پهلوانی بچه‌ها رو جلب کرد که آقا چیزی نشده، بریم، ما پرسپولیسیم، تو آزادی داریم بازی میکنیم، ما برمیگرد. گل دومو زدیم، گل سومو زدیم، دقیقه 92 آقای جباری یه دونه از کنار دریبل کرد تک به تک، یعنی میداد من میزدم، گل چهارم هم میزدیم، شد 3-3. ولی یکی از بازی‌های قشنگ لیگ، اصلا یکی از بهترین بازی‌های تاریخ لیگه، یعنی یه بازگشت عجیب و غریب و فوق‌العاده برای ضربه زدن در محوطه جریمه گیری. یه ضربه خاص توی دروازه، توی دروازه، این خطر اونه از راه دور توی دروازه. ولی تو رو خیلی وقتا به چشمه ذخیره طلایی میشناختن، قبول داری؟ قدیم ما میانیم 10 دقیقه 20 دقیقه بازی میکردیم، کم کم تا 90 دقیقه رو بگیریم. همین کم کم یه دفعه ببینید 3 سال طول کشید. تو بازم بازی با سپاهان اگه یادتون باشه ما یکی جلو بودیم، تو کورس قهرمانی بودیم، یعنی اگه ما میبردیم سپاهان رو میبردیم میرفتیم تو کورس، میرفت داره بازی آخر. بعد ما بازی کردیم دقیقه دفاع راست بودم، آقای زوبل منو گذاشته بود، گفته با خطیبی اصلا نمیخواد بیاد جلو، با خطیبی من تو من باش، که دقیقه 80 بود یا 75 من اومدم جلو، من آوردم فوروارد، آقای خطیبی آزاد شد، 2 گل زد، یعنی 2-1 این بازی رو باخت. و این صحنه خیلی قشنگی بود. آقای فیروزپور من یه لغت خورد تو صورتم، همین موقع خبرنگار اومد گفت آقا کجا تو این همون بازیه؟ آره چپمو نشون دادم، نمیدونم راستم بود. آقا اصلا لگد خورده بود فکر کنم این وره، آره. گفت آقا زدن ما رو ببینید چیکار کرده بود. خب یه دلیل وجود نیاد، سرمانه تو روی زمین انداخته با دست به پشت تو صورت من، می‌خواستم توپو بگم کورنر بزنم زد تو صورتم. صحنه که رحمتی و سلمانی با هم درگیر شدن، تصاویر خیلی کوتاه همکاران آماده پخش دارن بعد 25 ثانیه تصاویر رو ببینید. کاری نکرد که زد دندونم هم خون اومد، حالا حتما خود تو نظر خوش کاری نکرد ولی زد. صحنه هر جور می‌رفتیم آقا به ما میگفتن، میگن صحنه میگن آقا مثلا به قول خودم خالی نمن درست بگو کجا تو زدن بلکه چپ تو راست تو، بعضی ها میگفتن آقا چپ و راست تو یاد بگیر، حالا آقا دل تیکه میناختن. آره یه صحنه قشنگی بود. ولی تو اون بحث تعویض طلایی هم تو یکی از اصلا رکوردای با چند تا با فراد مجیدی و چند نفر دیگه که تعویض شدی زود اومدی تو مسابقه گل زدی. آره من بازی با پیکان بکنم رکوردش، حالا آقا فراد من از شما کردم، تعویض شدم رفتم تو زمین، همین موقع آقای انصاریان ثابت با چپ زدم، چپ خراب حدودا میگم نمیدونم 20 ثانیه حالا حداقل تو فیلم هست اومدی زدی زدم. رپورت سلمانی حالا میزنه توی دروازه، توی دروازه نرفته توی زمین دروازه رو باز میکنه. و من تو وضعیت خوبی بودم که آقای انصاریان با سر
زاویه منم به این گوشه زدم زاویه مخالف که میگم بعد انقدرم دویدم دیگه بریدم دیگه نتونستم خوشحالی بعد گفت آقای ناصر ابراهیمی هم لب خط بود اومد من می‌خواستم برم بغل علی پروین این موقع آدم ذوق داشت دیگه آقا تو جوونی بودی یه بدن اومدم واسه ابراهیمی آقا بکنم آره. داریم خوشحالی بعد گلش آره آقای ابراهیمی رفت چمن من رفتم تو بغل بچه‌ها می‌خندیدن تو یه بازی بعدی فیکس شید آره دیگه آقا یه ذره صمیمی بشیم با علی موافقی چند تا چیزی یادشونه مردم از علی صمیمی یکی موهاتو فرق وسطش چقدر مو داری من باورتون نمیشه من اصلا مو بهم چی میگم نیرو میداد موامو میزدم اصلا با تکنیک همه چی مو از دست میدادم یعنی فوتبال تو مواته به خدا اینا واقعا دارم میگم من موامو کوتاه میکردم خیلی بد بازی میکردم علی سرعتت هم تو خیلی خوب بود یعنی همه علی سلمانی رو به این میشناختن که خیلی تیز و فرزه این چه جوری ذاتیه بقیه ببنید. اصلا خونه و داداشا نمیدونن پسرم و الان من خودم چون تو آکادمی دارم کار میکنم ما دو جور سرعتی داریم ما سرعتی فوتبالی داریم یه سرعتیایی داریم که ببخشید بیرون از فوتباله سرعتی فوتبال مثل مهدی مدرکی‌ها من سرعتم شرایطی داشتم که با توپ خیلی خوب می‌رفتم پیش نمی‌رفتی تو دیوار چرا بعضی موقع تو پنس هم می‌رفتی شده بود بری ولی من یه با یه استادیوم بود باورتون نمیشه خیلی چیز بود چی اسم می‌گن کوتبه دیوار داشت نزدیک خیلی با سرعت رفتم سان کنم باورت نمیشه با کمر رفتم چسبیدم به دیوار این مکمک اصلا میره جاش میمونه آره میگی شما اصلا من چپ نداری چپ نه چیکار میکنی باهاش الان دیگه همون جونه آره سوار اتوبوس میشم بگو آره تو اون تیم پرستاره پرسپولیس که همه بودن بله معروف به رئال مادرید آفرین اون کهکشانیه بودی ولی خب تیم نتیجه نگرفت من مقصر اصلی رو باشگاه میدونم ما تا هفته سوم چهارم خوب نتیجه گرفتیم بعد وعده‌هاشو باشگاه عملی نکرد یعنی پول نداد به بچه‌ها یه لیستی اعلام شده بود از حقوق‌ها و اینا تو 3.5 میلیون بود انگار 3.5 قراردادت 3.5 بود نه 3.5 گرفتی نه نه 3.5 این سال بهم بیشتر از این نداده قراردادم 25 میلیون بود 3.5 میلیون 3.5 داد ببین قدیم پول نبود پیشکسوت با عشقش میواد بازی می‌کرد زمان ما پول بود ولی انتخابش خیلی سخت بود من روزی که پرسپولیس قرار داد بستم 120 میلیون باشگاهی بهم میداد 70 میلیون پیکان بهم میداد 80 اومدم توانی پیش آقای پروین پیرن پرسپولیس رو گذاشت گفت 100 میلیون آقای سلمانی اینم 20 میلیون قرار دادت میخوای یا علی قرار دادت رو به من برو شب عروسیت هم اصلا داستان بود تو ما با بازی داشتید دیگه با فولاد آره بازی داشتیم شب قبلش با فولاد بود بعد من نیمه دوم بازی کردم بعد آقای پروین جوونا رو می‌خواست بازی بده ولی من به خاطری که عروسیم بود تو استراحت کن فردا عروسیته و مثلا سرحال باشی 20 دقیقه آخر منو بازی داد و 0-0 بودی من رفتم تو زمینم دو تا پنالتی گرفتم انقدر منو بد زدن و باورتون نمیشه اصلا نمیتونستم میرفتم ماشین عروس رو بردارم میلنگیدم از این ویلچرها گرفته بودم با ویلچر میرفتم نه این سرا خیلی بدجور زد حتی اگر که آقای خسروی بلا فاصله کارت قرمزش هم به این بازیکن نشون میداد کسی نمیتونست معترضش بشه اصلا خانمم دوستن میگم نرو مثلا دیدی دومات میگه بابا همینجوری صورت شما لاغر است بعد تو فیلم و خس و بابا نمیخوام گفتم نه من باید برم این بازی قرار جوونا رو بازی بدم ما هم قرار بازی کنیم آقای پروین گفت نه تو استراحت کن برای عروسی دیگه ما هم رفتیم اینجوری شد حالا خدا رحم کرد دیگه رد شد دیگه حالا پسر گلت الان دیدم فوتبال بازی میکنه بل. چند سالشه پسر؟ پسرم 13 سالشه خدا چند سال دیگه پسرت 13 سالشه من 40 سالم پرسپولیس که اومدم بیرون داماش بازی میکردم آره داماش رفتم بعد اومدم استیلازی تیم رویز استیلازی که همه همون رو خراب شو کردن یعنی باورتون 24 تا بازی کنی که ببخشن هر جا میرفتیم رو هوا آقا بیا با ما قرار داد رفتیم سال بعد اصلا تیم لیگ 3 هم ما رو نمیخواد چجوری شد هر کی رفت استیلازی اون سال بعدش مون بیرون اصلا نمیدونم چی شد واقعا بازیکنایی که ما داشتیم استثنایی اصلا این بازی آخر به ما گفته بود آقای هدایتی گفته بود بعد بازی که تموم شد بیاین باغ فلان هیچ کس ماشین نیاره بیاین اینجا ماشیناتونو ببرین پاداشمون بود پولمون هم ندادن حالا ببخشید به قول خود آقای هدایتی سر پول سراز داریم ببینیم پولا کجا رفت آقا تا یخ نزدیم خدافظی کنیم آره واقعا خیلی مخلصیم موضوع خودتون باشه ممنونم علی آقا